سلام بر شما، به یکی دیگر از برنامه های ایران و جهان در هفته که گذشت با شما هستیم. در هفته گذشته بالاخره حسن روحانی عباس عراقچی را بابت یک سری توضیحات به محمد تقی مصباح یزدی از مذاکرات هسته‌ای راهی قم کرد که این کارش با انتقاد احمد پورنژاتی از چهره های اصلاح طلب روبرو شد. وزیر نفت ایران از افزایش صادرات نفت در هفته گذشته خبر داد و گفت با توجه به نقش مهم نفت در اقتصاد ایران، شرایط سختی در اداره کشور به وجود آمده است. در هفته گذشته مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد که ریاست آن را مهدوی کنی بر عهده داشت و از مسئولان دولتی خواست از آزادی حرفی نزنند. محمد رضا شاهید از پاریس تحولات اوکراین را بررسی می‌کند و مهستان بختیاری در گزارشی به انتخابات محلی ترکیه و دعوت عبدالله اوجالان از کردها برای شرکت فعال در این انتخابات می‌پردازد. با ما همراه باشید. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با متهم کردن آمریکا به اینکه در جریان توافق ژنو یک جنگ روانی و رجزخوانی راه انداخت گفت جمهوری اسلامی هم امتیازاتی گرفت اما رجزخوانی نکرد. معاون وزیر امور خارجه همچنین گفت اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند بلافاصله در کمتر از 24 ساعت همه چیز به حالت اولیه خود بازگشته و غنی‌سازی 5% به 20% تبدیل می‌شود. در همین حال مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین اتریش در حالی آغاز شد که وزیر خارجه ایران بار دیگر بر تصمیم جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی با قدرت‌های جهانی تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در نشستی در مشهد با موضوع توافق ژنو به حاضرین گفت در توافق نامه ژنو اعتمادسازی شامل یک سری محدودیت ها در فعالیت های هسته‌ای و تشدید نظارت های آژانس لحاظ شده است. وی با بیان اینکه ایجاد محدودیت در برنامه هسته‌ای ایران در یک دوره زمانی مشخص به معنای امتیاز دادن نیست افزود کسانی که نتیجه مذاکرات ژنو را به باد انتقاد گرفتند موضوع را ملی نمی گیرند بلکه این قضیه را از چشم دولت می بینند. عراقچی با بیان اینکه مذاکرات باید ادامه یابد و وزارت امور خارجه هم در این زمینه به وظیفه خود عمل می‌کند افزود موضوع ایران در مذاکرات ژنو از ناحیه قدرت بوده زیرا پس از 10 سال کوشش در زمینه موضوع هسته‌ای و پرداخت هزینه‌های بسیار پس از دستیابی به توان هسته‌ای با دست پر در این مذاکرات شرکت کرده است. وی اظهار داشت دلیل شرکت ایران در مذاکرات ژنو لغو تحریم‌ها نبوده زیرا طی 10 سال گذشته هزاران تهدید و تحریم و قطعنامه‌های سخت را از سوی غربی‌ها متحمل شد تا جایگاه خود را در موضوع هسته‌ای تثبیت کند. معاون وزیر خارجه در ادامه گفت ایران اکنون در زمینه صنعت هسته‌ای دانش لازم را یافته و دیگر نیازی به پرداخت هزینه نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت در مذاکرات ژنو دعوای بین طرفین بر سر حفظ عزت و استقلال ملت و موضوع دعوا غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژ ها بوده زیرا ایران حاضر نیست زیر بار حرف زور برود. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران افزود سیاست آمریکا غنی‌سازی 0% ایران بوده و طی 10 سال گذشته با تصویب 6 قطعنامه سازمان ملل و تهدید و تحریم سعی کرده فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را متوقف سازد. آقای عراقچی با بیان اینکه ایران در مذاکرات ژنو پیروز شد گفت در این مذاکرات مقرر شد طرفین برنامه‌های خود را گسترش ندهند به این معنا که غرب تحریم‌ها علیه ایران را بیشتر نکند و ایران نیز در مقابل فعالیت‌های هسته‌ای خود را به لحاظ کمی گسترش ندهد. عراقچی آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران و اینکه غرب متعهد شد کاهش فروش نفت ایران را متوقف سازد و کانال بانکی ایجاد کند تا واردات مواد غذایی دارو و تجهیزات پزشکی به ایران انجام گیرد را از دیگر امتیازات ایران نام برد. وی همچنین افزود ایران غنی‌سازی 20% را برای سوخت راکتور تهران لازم داشت که غربی ها آن را مجاز ندانستند. معاون وزیر امور خارجه با اشاره به جنگ روانی غرب پس از مذاکرات ژنو گفت پس از اتمام هر مذاکره یا توافقی طرفین جنگ روانی و رسانه‌ای به راه می‌اندازند.
از این رو در مذاکرات ژنو آمریکا به ایران امتیازاتی داد، اما جنگ روانی نیز به راه انداخت. عراقچی افزود آمریکا در این مذاکرات حق غنی‌سازی اورانیوم ایران را به رسمیت شناخت، اما با به راه انداختن بازی کلامی اظهار داشت که حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد، که این عمل تنها مغلطه کاری است. مذاکره کننده ارشد ایران در پایان هم گفت اگر مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 به هر دلیل در ادامه راه به موفقیت نرسد یا طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، ایران در موضوع هسته‌ای به وضعیت قبل از مذاکرات ژنو باز می‌گردد و غنی‌سازی 20% را ادامه می‌دهد و در واقع ظرف 24 ساعت همه چیز به حالت اول باز می‌گردد. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که اکنون در ژاپن به سر می‌برد، با اشاره به مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفته است ما نسبت به این مذاکرات خود را متعهد می‌دانیم و برای رسیدن به راه حل نهایی هم مصمم هستیم. به گفته او ایران نسبت به حل موضوع هسته‌ای مصمم است، چرا که به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست و از این نظر اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران چندان پیچیده نیست. در همین حال گروه کارشناسان هسته‌ای ایران نیز به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل اداره امور خلع سلاح وزارت امور خارجه ایران شب گذشته مذاکره با کارشناسان گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا را آغاز کردند. مذاکرات کارشناسی مقدمه‌ای برای مذاکرات اصلی میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود که روزهای 26 تا 29 اسفند در شهر وین با هدف دستیابی به راه حل جامع برای برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد شد و محمد جواد ظریف و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست هیئت‌های مذاکره کننده را بر عهده دارند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 آذر ماه در شهر ژنو به توافقی موقت دست یافتند که بر اساس آن تهران برنامه‌های اتمی خود را محدود می‌سازد تا غرب نیز بخشی از تحریم‌ها علیه آن را لغو کند. سخنرانی سعید رضوی فقیه از فعالان سیاسی اصلاح طلب در همدان با واکنش گسترده رسانه‌ها و محافل تندروی اصولگرا روبرو شده است. آنها خواستار برخورد قاطعانه نهادهای امنیتی با این فعال سیاسی شدند. در فضاسازی علیه سعید رضوی فقیه خبرگزاری فارس نقش عمده‌ای بازی کرد. این خبرگزاری اخیراً چندین عنوان خبر و گزارش و گفتگو علیه رضوی فقیه منتشر کرده که در آنها از نهادهای امنیتی و قضایی خواسته می شود که علیه این فعال سیاسی اقدام کنند. سعید رضوی فقیه فعال سیاسی اصلاح طلب پنجشنبه 8 اسفند 92 در دومین همایش فصلی اصلاح طلبان استان همدان که با عنوان بررسی موانع و راهبردهای تدبیر و امید برگزار شد سخنرانی داشت که با واکنش گسترده محافل محافظه‌کار و تندرو مواجه شد. او در سخنرانی خود گفت خواستای جنبش سبز و انتخابات 76 همان خواستای انقلاب اسلامی بود. همه خواسته ها این بود که هر نسلی برای خودش تصمیم بگیرد. این فعال سیاسی گفته است جنبش اصلاحات می‌خواست هرم انقلاب را روی قاعده خودش بگذارد، چرا که همه چیز معکوس شده بود، اما متاسفانه با خواسته های مردم برخورد عاقلانه ای نشد. جنبش اصلاحات به عنوان اضمحلال طلبی تلقی شد و با خواستها و تصمیمات اصلاح طلبان و دولت اصلاحات مقابله شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب گفته است مجلسی که در آن نمایندگان ملت نباشند بلکه نمایندگان دستچین شده حکومت و شورای نگهبان باشند، جرأت بیان حقایق و دفاع از حقوق ملت و دفاع از امنیت و استقلال کشور را نخواهند داشت، برای اینکه این مجلس خودش را وامدار شورای نگهبان و حکومت می‌داند. رضوی فقیه شرایط کشور را امنیتی خواند و گفت فتنه اصلی آسیب دیدن نظام است. اگر این کشور از هم بپاشد همه آسیب می‌بینیم، هم زندانی و هم زندانبانش، هم متهم و هم بازجویش. آقای رضوی فقیه گفته است ما آینده روشن و درخشانی در پیش نداریم. جزیره‌ای هستیم در اقیانوس دشمنان، قدرت‌های بزرگ جهانی و حتی بعضی از همسایه‌ها استقلال ما را تهدید می‌کنند. رضوی فقیه با تاکید بر اینکه عقب افتادگی اقتصادی و فقر و ناتوانی اقتصادی و معیشتی مردم به دلیل مدیریت ناصحیح سیاسی در کشور است گفته تمام نگرانی ما این است که قبل از اینکه وقت بگذرد و اتفاقات بدی بیفتد کشور و سیستم سیاسی مدیریتی کشور را نتوانند اصلاح کنند. به گفته این فعال سیاسی دهه آینده برای ایران دهه بحرانزاست،
زیرا به گفته او اکثر رهبران تراز اول جمهوری اسلامی و نسل اول رهبران جمهوری اسلامی یا در قید حیات نخواهند بود یا قدرت کار نخواهند داشت. رضوی فقیه علت بحرانی بودن دهه آینده برای ایران را قوی و مقتدر نبودن سیستم سیاسی کشور می داند. به نظر او سیستم سیاسی کشور به نفع یک جریان خاص، حتی به نفع قدرت فردی برخی ها تضعیف شده است. او می گوید وقتی ساختار حقوقی قدرت با ساختار حقیقی قدرت همپوشانی و تناسب نسبی نداشته باشد، اگر روزی اتفاقی برای رهبری بیفتد، سیستم قدرت تصمیم گیری برای جانشینی نخواهد داشت و ساختار حقوقی قدرت نمی تواند بر بحران انتخاب جانشین و رقابت های گسترده برای تعیین جانشین غلبه کند. این فعال سیاسی اصلاح طلب گفته در دهه آینده اگر این سیستم مجدداً از طریق اصلاح تقویت نشده و مجلس جایگاه خود را در رأس امور پیدا نکند و مجلس خبرگان نماینده روحانیت شجاع، متعهد و آگاه نباشد و حاکمیت جمهوری اسلامی بازتاب دهنده اراده و خواست مردم نباشد، اتفاقات ناگواری در این کشور رخ خواهد داد. این سخنان رضوی فقیه واکنش محافل و رسانه‌های اقتدارگرا را به دنبال داشت. بنابر گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های فارس و تسنیم منتشر کردند، استاندار همدان خواستار برخورد قاطعانه نهادهای امنیتی و قضایی با رضوی فقیه شده و دادگستری همدان نیز خبر داده که موضوع در حال رسیدگی و پیگیری قضایی است. وبسایت یال سارات وابسته به حزب الله سخنرانی رضوی فقیه را مشابه سخنرانی هاشم آقاجری در خرداد 81 توصیف کرده که منجر به صدور حکم اعدام علیه این استاد دانشگاه شد. در آن زمان فشار دانشجویان و دانشگاهیان علیه این حکم به عقب نشینی قوه قضاییه منجر و حکم اعدام لغو شد. و اما اجلاس دو روزه خبرگان رهبری که هفته گذشته تشکیل شد با حملات محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان به آزادی شروع شد. مهدوی کنی از مسئولان دولتی خواست درباره آزادی حرف نزنند، چرا که به گفته او آزادی برخلاف سیره پیامبر و روح الله خمینی است. حسن روحانی و عباس عراقچی هم در اجلاس خبرگان توضیحاتی درباره توافق ژنو و عملکرد هسته‌ای ایران ارائه دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان نخستین سخنران مراسم بود که ابتدا به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت. وی با بیان اینکه معنای آزادی این نیست که اعلام کنیم هر کس هر چه می‌خواهد بگوید گفت شاید گاهی نتوانیم جلوی برخی چیزها را بگیریم، اما درست نیست که مسئولان اعلام آزادگی کنند، چون بهانه به دست بهانه بگیران خواهند داد و این روش پیامبر، امام و رهبری و علما نبوده است. بنابراین باید حریم‌ها را حفظ کنیم که مبادا در این روزها روزنامه چیزی بنویسد که حریم‌ها را بشکند. رئیس مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنان خود هم از مردم خواست قناعت کنند. وی در خصوص قناعت کردن مردم با اشاره به هاشمی رفسنجانی که در این مجلس حضور داشت گفت به طور مثال آقای هاشمی در خاطرات خود آوردند که برخی شبها نان و پنیر می‌خورند و شاید مردم تصور نکنند که آقای هاشمی نان و پنیر بخورند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیگر سخنران این مراسم بود. او در اجلاس خبرگان گفت به هیچ عنوان این دولت در هیچ شرایطی از خط قرمزها عبور نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با بیان اینکه در قدم اول مذاکرات موفق بوده است گفت حقوق ملت ما محفوظ میماند و تاکید میکنم که هیچ گونه نگرانی در کشور در این باره نباید وجود داشته باشد، چرا که به هیچ عنوان این دولت در هیچ شرایطی از خط قرمزها عبور نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران افزود چنانچه طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای حسن نیت و اراده سیاسی خود را در عمل نشان دهد، حتی ممکن است در 6 ماه اول به توافق نهایی دست یابیم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران نیز با حضور در 15 اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری گفت غنی‌سازی 3.5% را تثبیت کردیم و این برای ما موفقیت است. وی افزود غنی‌سازی 20% را هم که متوقف کردیم به آن نیاز نداشتیم. 15 اجلاس مجلس خبرگان رهبری در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی به ریاست مهدوی کنی برگزار شد. در این اجلاس حسن روحانی رئیس جمهور و اعضای مجلس خبرگان رهبری و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشته و در کنار یکدیگر نشسته بودند.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمود علوی وزیر اطلاعات و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از جمله حاضران در این نشست بودند. این اجلاس امروز به پایان میرسد و بعد همگی آنها نزد علی خامنه ای خواهند رفت. تحلیلگران میگویند این جلسه که وظیفه اصلی آن نظارت بر عملکرد رهبری است، سالهاست به نهادی تشریفاتی تبدیل شده است. انتقادات محمد تقی مصباح یزدی به دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. هفته پیش حسن روحانی عباس عراقچی را به نزد مصباح فرستاد تا گزارشی از وضعیت هسته‌ای به او بدهد، اما اعتقادات تند مصباح یزدی ادامه یافت. در همین راستا احمد پورنجاتی از چهره‌های اصلاح طلب با انتقاد از این رفتار دولت روحانی گفت چرا تیم دولت به مصباح یزدی گزارش هسته‌ای داده است؟ مگر سلیقه مصباح در انتخابات پیروز شده است؟ محمد تقی مصباح یزدی برای چهارمین بار در هفته جاری به دولت حمله کرد و گفت پایه ایدئولوژیک وقایع سال 1388 در لندن شکل گرفت و عاملان حوادث آن سال کسانی هستند که در بریتانیا درس خواندند. مصباح یزدی در دیدار با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه دفاع ملی افزود ریشه تفکر بسیاری از کسانی که در بریتانیا تحصیل کردند با یکدیگر شباهت دارد و چه بسا این مسئله راه‌های نفوذ دشمن برای براندازی اسلام و انقلاب اسلامی است. این عضو مجلس خبرگان خواستار تحقیق درباره برنامه‌های مطالعات راهبردی و استراتژیک دولت بریتانیا شده تا از این طریق مشخص شود دشمن از کجا قصد نفوذ دارد. مصباح یزدی چندی پیش نیز گفته بود کسانی که تساوی حقوق بهائیان و یهودیان با مسلمانان در ایران را پیگیری می‌کنند دانش آموخته دانشگاه‌های بریتانیا هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دانش آموخته یکی از دانشگاه‌های بریتانیا است و منظور مصباح یزدی از این سخنان روحانی و گروهی از اعضای دولت 11 هستند. رئیس مؤسسه امام خمینی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر با ابراز نگرانی از طرح تساوی حقوق شهروندان بهایی با مسلمانان در ایران گفته که از این مسئله باید احساس خطر کرد. وی افزود وقتی عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری سخن بگوید که بنی صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت باید نگران بود. مصباح یزدی همچنین اضافه کرده بسیار مایه تأسف است که برخی از کسانی که مسئولیتی در کشور دارند عدم پیشرفت در علوم انسانی را وجود برخی خط قرمزها یعنی مبانی دینی می دانند. وی افسوده عوامل سیاسی تلاش می کنند تا به مردم اینگونه القا شود که پیشرفت ها در گروه داشتن فرهنگ خاصی است و بدون آن پیشرفت محقق نمی شود. حملات و انتقادهای مصباح یزدی علیه دولت حسن روحانی در یک هفته گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. مصباح که پیشتر حسن روحانی را دروغگو و قسی القلب خوانده بود، پدر معنوی جبهه پایداری است که اعضای آن در مجلس عرصه را بر دولت تنگ کردند و به نظر می‌رسد همین موضوع باعث شد تا حسن روحانی در روزهای اخیر عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای را نزد مصباح بفرستد تا به وی گزارش دهد. به نظر می‌رسد روحانی با این اقدام در صدد بوده از حجم انبوه انتقادات این روحانی تندرو و تیمش علیه دولت بکاهد، موضوعی که به نظر در آن موفق نبوده، چرا که مجدداً و پس از این دیدار هم حملات به دولت ادامه داشته است. در همین حال احمد پورنجاتی نماینده مجلس ششم و از چهره‌های امنیتی اصلاح طلب با انتقاد از این رفتار دولت نوشت در یکی دو هفته گذشته در فرصت برخی دیدارها که برای جناب مصباح فراهم شد وی درباره مواضع شخص رئیس جمهور و عملکرد دولت 11 داوری و با لحنی تند و گزنده انتقاد کرد. انتقاد از دولت و همه بخش‌های حاکمیت نه تنها ناپسند نیست بلکه از نان شب هم لازم‌تر است. اما مواضع جناب مصباح برند دیگری دارد. پورنجاتی با انتقاد از خط مشی مصباح و تیم او و نیز انتقادات آنها در موضوع مذاکرات هسته‌ای نوشت البته توقعی جز همین مواضع نیز از جناب مصباح نمی‌رفته. اما مردم چه گناهی دارند که دولتی متفاوت با سلیقه سیاسی ایشان برگزیدند؟ پورنجاتی در پایان هم از دولت حسن روحانی پرسیده است
از چه موضوعی و با اعتبار کدامین شأن و منزلت حکومتی، اداری، شغلی یا سیاسی و یا مرجعیت مذهبی جناب مصباح خود را موظف به دیدار و گزارش کار به ایشان می‌دانند. وی افزوده است اگر از باب ارادت شخصی و التماس دعای خیر است که دیگر نیاز به انتشار رسانه‌ای ندارد. اگر از باب توضیح و توجیه برای پیشگیری از نامطلوب است و روشنگری باشد که به تجربه نتیجه برعکس بوده است. اگر به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری است که همچون ایشان بسیارند. اگر به عنوان درک محضر مراجع تقلید قوم است که ایشان در چنین مرتبه‌ای نیستند. اگر به عنوان رهبر معنوی یک جریان سیاسی است که چه عرض کنم. محمد تقی مصباح یزدی یک روحانی تندرو و خشونت طلب است که پیشتر از احمدی نژاد حمایت می‌کرد و تا زمانی که ستاره رئیس جمهور دولت پیشین نزد علی خامنه‌ای افول نکرده بود او را برگزیده امام زمان می‌دانست، اما بعد از آن به انتقاد از احمدی نژاد پرداخت و او را طرد کرد. وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1392 هم از سعید جلیلی حمایت کرد. با این حال حملات مصباح و تیم او به دولت، آنطور که شاگرد سابق او محسن قرویان چند روز پیش فاش کرده است، ریشه در مسائل اقتصادی و پروژه‌های کلان اقتصادی دارد. و اما در آستانه انتخابات محلی ترکیه، عبدالله اوجالان رهبر زندانی کرد از همه گروه‌های کرد خواست تا به صورت فعال در این انتخابات حضور داشته باشند. مهستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. یک سال از مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و پکاکا می‌گذرد. تقریبا سال گذشته در چنین روزهایی بود که مذاکرات صلح آغاز شد. بسیاری هم به اون خوشبین بودن، اما به واقع باید گفت که مذاکرات صلح در طول یک سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشت. گاهی شرط‌هایی که طرفین تعیین می‌کردن و یا نقطه نظرات متفاوتی که داشتن حتی مذاکرات صلح رو تا مرز شکست هم پیش برد. در طول یک سال گذشته دولت ترکیه تلاش کرد بحث دموکراسی رو تدوین بکنه و در اون برخی از حقوق مردم کرد رو لحاظ بکنه، موضوعی که شاید چندان مورد استقبال احزاب و گروه‌های کردی قرار نگرفت، چرا که اعتقاد داشتن دولت ترکیه باید اقدامات اساسی و بنیادی تری رو در این زمینه انجام بده. از جمله مواردی که در بحث دموکراسی در رابطه با حقوق و مطالبات مردم کرد دولت ترکیه لحاظ کرده بود، یکی برداشتن قانون حد نصاب کسب 10% آرا بود که در واقع یک موزل بزرگی بود برای احزاب کوچکتر از اون احزاب کردی که نمیتونستن با وجود چنین قانونی به پارلمان ترکیه راه پیدا بکنن. مسئله بعدی مسئله نامگذاری مناطق و شهرهای کردی بود که میتونستن پس از این در واقع به جای نامهای ترکی از نامهای کردی استفاده بکنن و یا تدریس زبان کردی در مدارس خصوصی و نه البته مدارس دولتی. همونطور که گفتیم انتقادات زیادی نسبت به این بحث دموکراسی مطرح بود از سوی گروه‌های کردی و بالاتر از اون حتی عده اعتقاد داشتن که این گونه اقدامات دولت آقای اردوغان بیشتر جنبه تبلیغاتی رو داره. به طور مشخص به همین مسئله تدریس زبان کردی بسیاری اشاره میکردن و عموم میکردن در جایی که در بسیاری از مناطق محروم کردی اساسا خانواده ها انقدر استطاعت مالی ندارن که فرزندانشون رو به مدارس خصوصی برای یادگیری زبان کردی بفرستن. این بند به طور کلی میشه گفت که ناکارآمد هستش. ولی در طول این یک سال آقای عبدالله اوجالان رهبر زندانی کرد هم به واقع موضوع مذاکرات صلح رو با وسواس خاص خودشون دنبال میکردن، نقطه نظراتشون رو در طول این یک سال عنوان کردن و حتی گاهی نسبت به روند کند مذاکرات هم انتقاداتی داشتن. ولی الان در آستانه برگزاری انتخابات محلی آقای اوجالان به نظر میرسه هنوز خوشبینانه نسبت به موضوع مذاکرات صلح نگاه میکنه. این خوشبینی رو میشه در پیام امروز ایشون در رابطه با برگزاری انتخابات محلی دید. آقای اوجالان در این رابطه گفتن که اگرچه اشکالاتی در زمینه انتخاب برخی نامزدهای شهرداری ها در مناطق کردنشین وجود داشته، اما نباید این موضوعات رو ما زیاد جدی بگیریم. همه ما باید با یک روح همبستگی از این انتخابات استقبال بکنیم، چرا که دستاورد بسیار زیادی برای ما از حیث دموکراسی به همراه خواهد داشت. همینطور آقای اوجالان در مورد دستاوردهای مذاکرات صلح در طی یک سال گذشته اظهار نظر کردن و گفتن که بزرگترین دستاورد مذاکرات صلح این بوده که در طول یک سال گذشته هیچ سرباز جان خودش رو از دست نداد. آقای اوجالان البته گفتن که ما
دور اول مذاکرات صلح رو در سال گذشته پشت سر گذاشتیم و به پایان رسیده، منتظر هستیم دور دوم آغاز بشه. هنوز دور دوم آغاز نشده و همه ما باید تلاش بکنیم که زمینه‌های لازم برای برگزاری دور دوم مذاکرات رو فراهم بکنیم. برای باید دید که رویکرد جدید پکاکا و در رأس اون آقای عبدالله اوجالان در زمینه پیگیری مطالبات مردم کرد به صورت دموکراتیک و مسالمت آمیز تا چه اندازه میتونه در آینده دستاوردهایی رو در این زمینه برای مردم کرد به همراه داشته باشه. وزیر نفت ایران با بیان اینکه میزان صادرات نفت ایران 1 بیلیون بشکه در روز است گفت با توجه به نقش مهم نفت در اقتصاد ایران شرایط سختی برای اداره کشور به وجود آمده است. سخنان آقای زنگنه در حالی است که در بودجه پیش بینی شده برای سال آینده کل صادرات نفت خام ایران 1,300,000 بشکه در روز در نظر گرفته شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با اعلام صادرات 1,000,000 بشکه نفت ایران گفت در شرایط سخت تحریم صادرات نفت به کمترین میزان رسید. ایران چند سال است که به علت پافشاری بر ادامه برنامه هسته‌ای خود که غرب به شدت به آن بدبین است تحت تحریم‌های بی سابقه قرار گرفته است. این تحریم‌ها عمدتاً خرید نفت از ایران، بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی، بیمه نفت، کشاورزی و صنایع نظامی و هواپیمایی ایران را نشانه گرفته است. اما در پی توافق ایران با گروه 5 به علاوه 1 در آذر ماه 1392 قدرت‌های جهانی پذیرفتند تا به مدت 6 ماه برخی محدودیت‌ها مانند تحریم فروش قطعات خودرو و هواپیما و نیز تحریم فروش طلا و فلزات گرانبها به ایران را لغو کنند. با وجود این و همچنین با توجه به اینکه وزارت نفت پیشتر خبر داده بود در صدد جذاب‌تر کردن قراردادهای نفتی است، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته صادرات نفت خود را افزایش قابل توجه دهد. در همین راستا چند روز پیش نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برای اجرای بیدرنگ به دولت ایران ابلاغ کرد. این سیاست 24 اصل دارد و رهبر ایران در آن خواستار مواردی مانند افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی یا حمایت از صادرات کالا و همچنین تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده بود. وزیر نفت جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود هم با بیان اینکه هر سال 80 میلیارد دلار یارانه به صورت پنهانی صرف سوخت می‌شود افزود اگر سالی 10 میلیارد دلار از این میزان برای بهبود و بهره‌وری و کاهش شدت انرژی هزینه شود قطعاً موضوع مصرف سوخت حل خواهد شد. به گفته وی با این روند مصرف اگر تمام گاز قطر را بخریم تا 15 سال آینده گازی نداریم. با این شدت انرژی نمیتوان وضع را درست کرد. وزیر نفت ایران در پایان سخنان خود هم گفت در حالی که عراق در میدان مشترک با ایران با 200 دکل کار میکند، ایران تنها از 20 دکل حفاری استفاده میکند و عراق در حال حاضر روزانه 800,000 بشکه از میادین مشترک برداشت میکند که این موضوع برای وزارت نفت شرایط خوبی نیست. صادرات نفت خام ایران در سال 2011 حدود 2.2 میلیون بشکه و صادرات میعانات گازی حدود 300,000 بشکه در روز بود. ایران تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی با کاهش هرچه بیشتر فروش نفت مواجه شده است، به طوری که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی متوسط صادرات نفت ایران در سال 2013 حدود 1,070,000 بشکه در روز بود. این رقم در ژانویه به 1,320,000 بشکه رسید. و اما در این قسمت از برنامه سری میزنیم به پاریس و همکار ما محمد رضا شاهید ما رو در جریان رایزنی‌های آمریکا، روسیه و فرانسه در خصوص بحران اوکراین قرار میدهد. امروز در پاریس دو واقعه مهم خبری هست، یکی در ارتباط با لبنان و دیگری در ارتباط با اوکراین که تا اندازه‌ای هم متصل است، برای اینکه دو وزیر خارجه آمریکا و روسیه امروز در پاریس هستن. آقای جان کری دیر وقت دیشب آمد که به اون خواهیم پرداخت. اما در مورد لبنان به یاد دارید که 6 ماه پیش نشستی رو با پیشنهاد سازمان ملل، اتحادیه اروپا، با حضور وزرای خارجه امریکا، عربستان، ایتالیا، آلمان، اتحادیه اروپا و فهرستی بلند تشکیل دادن تا
به وضعیت لبنان پرداخته بشه. امروز آقای سلیمان دیداری خواهد داشت در کاخ الیزه. در لحظه پخش این گزارش این دیدار انجام شده، اما گزارشات خبری رو دیرتر خواهیم داد. این نشست در واقع به وضعیت لبنانی میپردازه که حدوداً یک ماه پیش بعد از 10 ماه تلاش صاحب یک دولت شد. ابتدا به گفته های آقای اولان رئیس جمهور که 1 سال پیش در عربستان این مطالب رو ایراد کرد توجه کنید. Le Liban doit rester uni. لبنان باید یک پارچه بماند. به تمامیت ارضیش احترام گذاشته شود و امنیتش باید حفظ شود برای همه مردم و همه آحاد لبنان یک پارچه. من در تماس و مراوده با آقای سلیمان هستم و به تازگی هم او را دیدم و اگر از ما خواسته شود پاسخ ما مثبت خواهد بود. این گفته آقای اولاند در مسئله تایید ارسال اسلحه و فروش اسلحه به لبنان تلقی شده است. همونطور که در این گزارش شنیدید وضعیت لبنان چنان است که نمی شود آن را ندیده گرفت. در حال حاضر حدود 1 میلیون پناهنده سوریه‌ای هستند. هر هفته 15,000 سوریه‌ای به لبنان پناهنده میشن. همین 3 روز پیش خانم آنجلینا جولی از طرف سازمان ملل به لبنان رفت در مورد کودکان سوریه‌ای که پناهنده شدن. لبنان وضعیت آرامی نداره. در حجم خبرها گفته نمی‌شود در یک هفته گذشته در 3 عملیات نظامی و ترورهای مختلف 18 سرباز لبنانی کشته شدند. فردی به نام شیخ احمد اسیر که سنی هست و در جنگ با حزب الله لبنان محکوم به اعدام شد. یکی از سران علوی ها ترور شد. به هر حال وضعیت لبنان چنان است که اگر به اون به صورت جدی و ممتد توجه نشود نفوذ کشورها حالا از هر سو باشه در لبنان غیر اجتناب خواهد بود و طبیعی است که باید چاره‌اندیشی بشود. اما در مورد دیدار همزمان آقای جان کری و لاوروف میدونید بعد از بحران اوکراین این اولین بار است که آقای لاوروف همتایان غربی خودش رو رو در رو خواهد دید. البته روز دوشنبه در سوئیس آقای هیگ همتای بریتانیایی خود رو دیده بود، اما این بار در پاریس وزرای خارجه آلمان، ایتالیا، اسپانیا همگی خواهند بود. حتی کاردار چین هم حضور داره که البته او برای مسئله لبنان آمده است. در حجم خبرهای امروز که تا حدی هنوز نشست‌ها انجام نشده می شود این حدس را زد که جای امیدواری در هر دو زمینه بسیاری، اما سیاست همیشه گفته است که نباید به او اعتماد کرد. و اما یک مقام وزارت ارشاد اعلام کرد که طرحی در جریان است تا بر اساس آن 10 نوع عمل جراحی زیبایی در ایران ممنوع شود. ممنوعیت‌های عمل زیبایی و تزریقی در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران خود در اواسط ریاست جمهوریش عمل بوتاکس انجام داد. در همین حال به دنبال انتقاد چندی قبل احمد علم‌الهدا به آرایش میهمانداران هواپیما، یک سایت امنیتی هم از مسئولان خواست که حجاب در هواپیماها را کنترل کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد اعلام کرد مرکز آموزش و اطلاعات مدلینگ در آینده نزدیک راه اندازی شده و 10 نوع عمل جراحی در صورت و انواع تزریق در مدلینگ ممنوع خواهد شد. آقای قبادی همچنین خبر داده که قرار است بانک اطلاعات مدلینگ منطبق با اصول و مقررات اسلامی و دینی راه اندازی شود. وی گفته از این پس مدل هایی که مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس هستند کارت صلاحیت دریافت خواهند کرد. قبادی اضافه کرده منبع قوانین مدلینگ به شیوه اسلامی نتیجه تحقیق از آموزشگاه‌های مدلینگ در دنیا و بخش مهم آن شونات اسلام و رعایت مسائل عرف کشور است. این مرکز قرار است در 3 بخش زنان، مردان و کودکان فعالیت کند و با تصویب قوانینی جلوی بسیاری از سوء استفاده ها در جامعه را بگیرد. 13 تیر ماه سال 1389 نیز وزارت ارشاد 5 مدل موی مردانه در همایش روز عفاف و حجاب رونمایی و به آرایشگاه‌های مردانه ابلاغ کرده بود.
وزارت ارشاد در آن زمان این مدل موها را با هدف جلوگیری از ترویج مدل‌های غربی و شرقی مو و با همکاری اتحادیه آرایشگران و برخی نهادهای آموزشی تهیه کرده بود. در سالهای اخیر موضوع مدل موی مردان، زنان و کودکان از جمله مباحث جنجال برانگیز بوده، به طوری که پلیس با آن دسته از جوانانی که از مدل موی غربی استفاده می‌کنند برخورد می‌کند. پلیس ایران که نظارت بر آرایشگاه‌های مردان و زنان را بر عهده دارد، تا به حال ضوابط و مقررات متعددی را به اجرا گذاشته تا آرایشگران را وادارد از کوتاه کردن موی زنان و مردان به سبک مدل‌های غربی اجتناب کنند. در همین حال کنترل زنان ایرانی برای داشتن حجاب اجباری از خیابان‌ها به کابین هواپیماهای پروازهای خارجی کشیده شده است. چند روز پیش احمد علم‌الهدی امام جمعه تندروی مشهد با حمله به مسئولان از آنان خواست وضعیت حجاب مهمانداران و مسافران هواپیمایی را کنترل کنند. علم‌الهدی گفت آرایش مهمانداران هواپیما یک دهنکجی به ماست. در همین راستا سایت امنیتی انقلاب نیوز با انتشار مطلبی به شدت به مسئولان هشدار داد طرز پوشش مسافران زن در پروازهای خارجی را کنترل کنند. در این مطلب از مسئولین خواسته شده است که مسئولیت کنترل و نظارت را در پروازهای خارجی مادام که در آسمان ایران پرواز می‌کنند داشته باشند. اشاره این مطلب به برداشتن روسری زنان به محض ورود به کابین هواپیمای پروازهای خارجی می‌باشد. این اظهارات در حالی است که یکی از کارکنان اداری ایرانیر گفته است حتی در پروازهای بین‌المللی خط هوایی ایرانیر با اینکه پرسنل و خدمه پرواز از مسافران می‌خواهند که از برداشتن روسری خودداری کنند کسی ترتیب اثر نمی‌دهد. ممنوعیت‌های اینچنینی برای پوشش مردم در ایران در شرایطی است که حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود کاری می‌کند که دختران احساس امنیت کنند. او گفته بود که نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه. اگر موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، میتونین این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که همین الان بر روی صفحه ظاهر شده، میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بذارین. تا برنامه دیگر، بدرود.